سلام. 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 خوش اومدی. اتاق پشتی مال تو و بهزاده. میتونی چمدون تو بری اونجا بذاری. وسایل اضافه تو گذاشتم توی انباری. ما قراره یه چند ماهی با هم زندگی کنیم. اگه کاری داشتی یا جای چیزی رو خواستی حتما ازم بپرس. بله. سلام. شما؟ بله بله شناختم. خوب هستین؟ لطف دارید. آره هستش. البته حال خوبی نداره. چند لحظه گوش خدمتون باشه؟ اگه حالش خوب نیست میتونم بعدا زنگ بزنم. خیر مشکل نداره. چند لحظه گوشی. الهام. تلفن آقای ملک‌پوره. دایی مهتاب خانم. باهات کار داره. میتونم تو اتاق بمونم؟ حرفی نمیزنم. اشکالی نداره. الو سلام. سلام. ببخشید دخترم. موضوعی پیش اومده که باید شما هم در جریان باشی. اتفاقی افتاده؟ اتابک دستگیر شده. به چه جرمی؟ به جرم ورود و خروج غیر قانونی. تهمت، افترا. البته خیلی چیزا هنوز در پرونده مبهمه. به هر حال من از شما میخوام نسبت به ما گذشت داشته باشیم. انتظار دارین من چی کار کنم؟ درسته که اتابک به خانوادش بدی کرده، اما این دلیل نمیشه شما همه ما رو به چشم یه سری آدم سودجو و فرصت طلب نگاه کنی. گفتم که دیگه برای من فرقی نمیکنه کی چی کار کرده. اما رهنا مثل شما یه قربانیه. به حسادم همینطور. الهام خانم، من از شما میخوام به من کمک کنید تا قسمتی از گذشته رو جبران کنیم. چطوری؟ میخوام ازت خواهش کنم ما رو به عنوان یک دوست قبول کنی. دوستانی که میخوان مهر و محبت خودشونو به شما ثابت کنن. با خانواده معاشرت کن. بذار این ارتباط شکل بگیره. من فکر میکنم اینطوری فرصت بهتری به وجود میاد برای اینکه از هم دیگه شناخت پیدا کنیم. نه. نمیتونم. خیلی برام سخته. اما نه سخت‌تر از شنیدن اتفاقات گذشته. الهام خانم، شما قبلا خونه ما اومدی با مهتاب. اما مطمئنم حکمتی در این کار هست. خداحافظ. خدا نگهدار. چی میگفت؟ هیچی مهم نیست. باشه، عجور راحتی. چیزی میخوای باید بیارم؟ نه، فقط میخوام تنها باشم. تو هنوزم سر اون حرفت هستی؟ کدوم حرف؟ مهتاب. فکر میکنی اون هنوزم میتونه همسر خوبی برای من باشه؟ خوبه که داری بهش فکر میکنی. نه، سوء تفاهم نشه. منظور خاصی نداشتم. همینطوری پرسیدم. کجا؟ چیه کجا؟ من این قرار نیست به اون شام بدی. از شام خبری نیست. همین الان میری پیش اون دوستت که گفتی کارمند بانکه. ببین میتونه واسمون یه وامی چیزی جور کنه؟ ول کن تو رو خدا، روشن خونه‌شون سر دنیا سرن. تا من برم و برگردم صبح شده. لازم نیست دیگه برگردی. لطف کن کارت که تموم شد از همونجا برو خونه خودت. آقا این تقصیر منه که همه خونه‌های این شهر گرونه. آره؟ نه تقصیر تو نیست. تقصیر من ابلهه که به آدم بی دست و پای اینه تو بله گفتم. خب رامین هر کی ندونه فهم کنه به زور زنت دادن. یارو برمیگره به ما میگه با این پولی که دارین لونه هم نمیتونه اجاره کنین، چه برسه خونه. بعد تو میشه تا بنوگوشت بازه. ببخشید ازم میشم زار زار گریه میکنم. اینجوری خیالت راحت میشه؟ خوبه رسیدی خونه؟ نه زنگ بزن نه اس ام اس.
سلام. سلام. تنهایی؟ آقا رامی نمیاد بالا؟ نه بابا، مگه اینجا مهمون سراست که هر شب هر شب اتراق کنه؟ گفتم بره خونه خودش. پس دوباره دعواتون شده. ولش کن. دایی اینا مهمون دارن؟ آره، بهزاد و یلدا اومدن. اه؟ از اولش هم میدونستم همه چی فیلمه. من و تو ساده ایم خواهر من، وگرنه کار که دسته خودشون ای بره. حالا واسه شام امشب تشریف آوردن یا نهار فردا؟ هیچ کدوم. اومدن بمونن. تمام اسباب و اساسیه‌شون هم با خودشون آوردن. به به. گاومون زایید. چرا؟ مگه چی شده؟ دیگه می‌خواستی چی بشه؟ دایی جوان واسه من خواب دیده. احتمالاً می‌خواد دوباره به حساب بکنه مدیر آژانس و روز از نو روزی است. آها. پس تو نگران موقعیت شغلی خودتی. نباشم؟ این چه حرفیه؟ تو که دایی جوان خوب می‌شناسی. اون خوب می‌دونه چی کار کنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. فعلاً که کبابش رسیده به کسای دیگه و دودش رفته تو چشما. میگم مامان چه کار خوبی که سهمه خونه و آژانس دایی جدا کرد. دوست دارم راجع به بزرگترت اینجوری حرف بزنی. دایی جوان کم در حق ما محبت نکرده. باشه بابا ببخشه، غلط کردم. خوبه؟ ولی من مطمئنم اگه مامان اینجا بود عمرم میذاشن و پاشونو بذارن اینجا. چرا؟ چرا؟ چون میشدن آینه دق. فکر کن پسر بد اون همه نامردی حالا دست زنشو گرفته برداشته آورده تو این خونه. من هیچی مهتاب. خود تو میتونی هر روز باشون چشتی چشتی و وانمود کنی که هیچ چیت نیست. من هیچ مشکلی با بودنشون توی این خونه ندارم. ولی من دارم. ببینم مگه اینا اصلا قرار نبود طلاق بگیرن؟ چی شد یا پشیمون شدن؟ یلدا حامل است. نیومد؟ نه. حالش زیاد خوب نبود. شاید خجالت میکشه. بهتر چند روزی راحتش بذاریم تا با شرایط جدید کنار بیاد. خجالت؟ خیلی ببخشیدا، ولی من نمیخوام کسی به یلدا تو این خونه محبت کنه. اون میخواست بچهشو بکشه. پس ارزش دلسوزی و ترحم نداره. هرچی هم سرش بیاد حقشه. یلدا مهمون این خونه است، مهمونم عزیزه. نه آقا جون، یلدا مهمون اجباریه. من اگه رضایت دادم بیاد تو این خونه فقط به خاطر اینه که بیشتر مراقبش باشیم. والا پس فردا که بچه به دنیا اومد باید بذاره بره. صدا تو بیار پایین. یه وقت میشنوه. اتفاقا میخوام بلند بگم که بشنوه. اینقدر عجول نباش پسر. باز که داری زود قضاوت میکنی. بهزاد. یادت باشه تو این شرایط ما فقط باید به فکر این باشیم که بچه سالم به دنیا بیاد. من یه دکتر خوب سراغ دارم. میتونم اینجا کنارت بشینم؟ چرا هر روز دنبالم میای؟ از کجا میفهمی؟ حس میکنم. دنیا مجموعه ای از صداهاست. چشمتونو ببندین. من صدای پا و جهت نگاهتونو میفهمم. اما نمیدونم چرا انقدر اصرار دارین مادر دختری باشین که شما رو به مادری قبول نداره. تو از من متنفری؟ نه، من از شما متنفر نیستم. اما نمیتونم قبول کنم شما تنها به صرف اینکه منو به دنیا آوردین مادرم باشین. خیلی ببخشین، ولی شما دارین با رفتارتون منو اذیت میکنین. معذرت میخوام. سعی میکنم دیگه اذیتت نکنم. فقط میخواستم بهت بگم که ببخشید من کلاس دارم، باید برم. خداحافظ.
سلام، شما اینجا چی کار میکنین؟ سلام، خوبین؟ فکر کنم خونمونه ها رامین. آها، جای مینی برسونمتون. مگه تو ماشین داری؟ بله، ماشین روشنگ دست منه. از اونجایی که دختر عمه جنوالی همسر منه، ما همه چی رو 50-50 بین هم دیگه تقسیم کردیم. پیاده روی سلامتی مال ایشون، رانندگی تحمل ترافیک مال من بدبخت. اذیت نشیه وقت. خیلی خسته کننده است بهزاد، خیلی. خیلی خب، بیا ما رو حداقل تا سر خیابون برسون. الان؟ آخه الان که روشنگ بالا منتظرمه. یه نیم ساعت دیگه خوبه؟ گم شو بابا، تو درست نمیشی اصلا. نه، اینجوری هم که شما فکر میکنید نیست. مثل اینکه ستایش راضی نمیشه زندایی رو ببینه. نمیدونم، در این مورد اطلاعاتی ندارم. باشه، چشم. ما مرامی سلام میرسونم. رابطه همون؟ خوب، اصلا از خوب همون برتر. نه بحثی، نه دعوایی، تفاهم از سر و کولمون میره بالا. باشه، چشم. شما هم مراقب خودتون باشین. خدافظ. چی شد؟ رفتی پیش دوستت؟ آره رفتم، ولی از وام خبری نیست. گفت جلوی همشو بستن. الان که داشتم با مامان حرف میزدم میدونی چی گفت؟ به سری زده برگرده. میفهمی یعنی چی؟ خب آره، یعنی سوغاتی ها تو راه. کاش این سایز جدید پیرنهای منو بهش میدید. نه خیر، یعنی مهلت شما داره تموم میشه. رامین، نکنه یادت رفته به مامان چه قولی دادی؟ نه خیر، ولی مجبورم بزنم زیرش. خب چی کار کنم؟ خودت داری میبینی این وضع خونه، این وضع کار، تقصیر من چیه روشنک؟ کاش که یه ذره زنگ گرفتن و زنداری از دوستت یاد میگرفتی. درسته اصلا ازش خوشم نمیاد، ولی اینقدر جربزه داشت که بدون حمایت خانواده دست زنشو بگیره ببره تو خونش. بله، واسه همین کارش به اینجا کشید. چون دیمیو سرسری ازدواج کرد. روشن خانم، پشت هر ازدواجی باید عقل و درایت باشه. منظور من همت و ارادهش بود، نه سلیقش. خب اصل قضیه هم همون سلیقه است. جدی دارم میگم روشنک، تو باید به داشتن شوهری مثل من افتخار کنی. این روزا کمتر مرد خوش سلیقه و با اراده ای مثل من پیدا میشه. حالا بیکار شدم که شدم، اومدیم اون پس داده کچل شدم. خب عوضش شانس بهم رو میکنه. شنیدی که میگن کچلا شانس دارن؟ خیلی بیمزه ای رامی. آن راستی دمه در این پسر بهزار رو دیدم با زنش. اینا تا کی میخوای اینجا بمونن؟ تا وقتی اون بچه توفهشون به دنیا بیاد. بچه؟ جدی داری میگی؟ اینجوری دیگه حتما دایی جان مدیریت آژانس رو میده دست بهزار. خب بهتر، عوضش همه این دعوا تمام میشه و میره پی کارش. تو چرا اینجا وایسادی؟ خب چیکار کنم؟ بشینم؟ نه خیر، برو پایین ماشین رو روشن کن تا من بیام. باید بریم بونگا دنبال خونه. باز که وایسادی، برو دیگه. هنوز از منصور خبری نشد آقا جهان؟ هیچی، مثل اینکه آب شده رفته تو زمین. دیروز آگاهی با حکم تفتیش رفت خونش، اما هیچی پیدا نکردن. خب شاید رفته سراغ دوستاش. آخه اینجور آدم ها دوست رفیق اسمی خیلی زیاد دارن. تو باشگاه سوارکاری که هیچکی ازش خبر نداشت. حالا امیدم به یلداست. اون تنها کسیه که میتونه ما رو به منصور برسونه. از دست من کاری برمیاد؟ دستت درد نکنه، تو زحمت خودتو کشیدی. این حرفا چیه آقا جان؟ ما پیش شما درس پس میدیم. خوشبختانه همه چی طبیعیه. خلاصه که کودکت سالمه سالمه. دختر یا پسر؟ جنسیتش هنوز مشخص نیست. پروتئین به رشد جنین خیلی کمک میکنه. سعی کن گوشتم بیشتر مصرف کنی. البته با برنج کم. یه سری هم قرص آهن برات مینویسم که حتما مصرف کن. استراحتت هم بیشتر کن، چون خیلی ضعیف به نظر میرسی. بهتره مادر تو محیط آروم و بدون استرس باشه، چون استرس روی جنین اثرات منفی میذاره. خب بذار ببینم دیگه چی میبینم. میکروب ها از راه های مختلف وارد بدن ما میشوند. مثلا از راه زخم ها. به موقع واکسن بزنیم. سالی یک یا
دست درد نکنه کافیه. بچه من 5 دقیقه میرم بیرون، یه بار دیگه رو درس بخونین، وقتی برگشتم ازتون میپرسم. امروز کسی سراغ منو نگره؟ نه با اجازه. من حتما پیگیری میکنم، بهتون خبر میدم. مهتاب خانم، مهتاب خانم، من میتونم بعدم باهاتون تماس بگیرم؟ قربان شما، خداحافظ. سلام، منم یلدا. سلام، چیزی شده؟ حالم بده، همش سرگیجه و حالت تهوع دارم. خب در باز کن ببینم چت شده. نمیشه، در قفله. به حساب رفته بیرون، کلید دارم با خودش برده. الان میام پیشه. چطوری؟ بالا کلید دارم، میرم میارم. گفتم بعد این همه سال برگشتی که در حقم پدری کنی، رفیقم باشی، مثل کوه پشتم بایسی، اما همه شو خراب کردی. میدونی الان به چی فکر میکنم؟ من که چرا باید این همه بلا سر من بیاد، اما الان جوابشو میدونم. جوابش توی و گذشتت. من هر کاری کردم به خاطر شما بود، تو و ستایش، منطقه بدشانسی بردم. بدشانسی تنها مرضیه که درمان نداره. وقتی یه نگاهی به گذشته میکنم، میبینم همه چی داشتم، پول، ثروت، خوشبختی، خانواده،
ولی توی چشم به هم زدن همه چی به باد رفت. به خاطر هیچ و پوچ شدم آواره و در بدر. دیگه نه راه پیش داشتم نه راه پس. این همه سال تو غربت کار کردم و زحمت کشیدم، ظرف شستم و ته کشیدم. دیگه خسته شدم، خسته شدم از این همه حقارت، از این همه تنهایی. از اون رستوران و شعباشم دروغ بود. تمام ثروت من همون 40 میلیونی بود که بهت دادم، ولی در مورد بردن تو و خواهرت به اون طرف دنیا دروغ نگفتم. زمینا چی؟ من دروغ بود؟ نه نه، اون زمینا وجود دارن. سنداشم تو همون خونه داخل کمد بود، ولی وقتی با پلیس رفتیم هیچ اثری ازشون نبود. یعنی چی نبود؟ کار منصوره. اون همه سندها رو برداشته. اون سندها به چه دردش میخوره؟ اون یه کلاهبردار حرفه‌ایه، حتما یه راهی برای فروش زمینا پیدا میکنه. گوش کن بهزاد، من دیگه چیزی برای باختن ندارم، ولی نمیخوام تو این بازی منصور برنده باشه. اون زمینا متعلق به تو و ستایشه، پس جلوش وایسا، نظر زمینا رو بفروشه. ممنونم. خواهش میکنم. چرا از جات بلند شدی؟ بدنت ضعیف شده، بهتر بود بازم استراحت میکردی. نه الان بهترم. بدنت هنوز سرده، از فشار پایینه. شربتو بخور بهتر میشی. تو هم مثل بقیه از من متنفری؟ چرا میخواستی بچه‌تو سخت کنی؟ چون نمیخواستم مادر بچه‌ای باشم که پدرش از من متنفره. این بچه ناخونده بدشانسه. چرا مهریتو گذاشتی اجرا؟ برای چی گذاشتی کار به اینجا بکشه؟ بعضی وقت خیلی چیزا رو نمیشه توضیح داد. چرا؟ مگه مشکلت چیه؟ هیچ. یلدا، تو واقعا به بهزاد علاقه داری؟ اگه دوستش داری باهاش رو راست باش. بذار بفهمه، بفهمه هیچ وقت نمیخواستی چیزی رو ازش پنهون کنی. من آقا بهزاد رو خوب میشناسم، از بچگی با هم بزرگ شدیم. اون آدم سنگدل و بیرحمی نیست. من مطمئنم اگه از تو یه رنگی و صداقت ببینه در کنار تو قرار میگیره، نه در مقابلت. بهش اعتماد کن، اون شوهرت. سلام. سلام. شما چجوری اومدین تو؟ کلید داشتم. فکر نکردین این زن حامل است؟ نباید در روش ببندی؟ بله، کار درستی نیست، ولی چاره ای ندارم. میترسم دوباره فرار کنه بره پیش اون منصور. ولی من فکر نمی کنم یلده یه همچین کاری انجام بده. نگاه به قیافه مظلومش نکنه، خوب بلده فیلم بازی کنه. الان هم شما رو آورده اینجا از احساساتتون سوء استفاده کنه بره بیرون. در هر صورت اون نیاز به مراقبت داره، کاملا ضعیف شده. با اجازتون. بچه‌ها برای اینکه از درساتون عقب نیافتین باید تلاش بیشتری بکنی. منم بهتون کمک میکنم. میخواین برای فردا یه نیم ساعتی بیشتر بمونین با هم ریاضی کار کنی؟ بله خانم. آفرین. بفرمایین بریم.
وقت داری با هم حرف بزنی؟ بفرمایید. بگید، من گوش میکنم. دستتو بیار جلو. این چیه؟ اولین هدیه تولدت. یه گردنبندی که روش نوشته ستایش. خودم بستم گردنت. پس چطوری به دست شما رسیده؟ اینو یلدا برام آورده. عروسم. چون پدرش همون کسی که تو رو دزدیده بود. یعنی کسی که منو دزدیده پدر عروستونه؟ متاسفم. اما من نمیتونم این گردنبند رو از شما قبول کنم. این یه هدیه نیست. مال خودته. ممنون. اما این گردنبند مال من نیست خانم. ببخشید. من باید برم خونه. خیلی بیرحمی. سالها انتظار کشیدم تا پیدات کنم. اما حالا احساس میکنم بیشتر از همیشه ازت دورم. خواهش میکنم دیگه ادامه ندین. من میدونم. تو هیچی نمیدونی. تو از من متنفری چون فکر میکنی من گناهکارم. شما با سهلنگاری و بیتوجهیتون باعث شدین من یه عمر زل بزنم به تاریکی. آره، من مقصرم. باید بیشتر ازت مراقبت میکردم. اما حالا باید چیکار کنم که بتونی منو ببخشی؟ آخه من چطوری میتونم شما رو ببخشم؟ در ضمن شما قرار بود دیگه دنبال من نیاین. باشه. اگه تو اینجوری راحتی دیگه مزاحمت نمیشم. راحت باش. خب چه خبر؟ رفتی دیدن اتابک؟ آره رفتم. حدستون درست بود. اون زمین ها وجود داره. میدونستم. نگفت دستان تو کجا گذاشته؟ پیش منصور. منصور؟ حدس میزد منصور قبل پلیسا رفته باشه سر وقت سمدا. تو دیر نشده، باید جلوشو بگیری. چجوری آخه؟ فردا باید برم برای جلوگیری از سوء استفاده منصور اقدام قانونی بکنم. میخواید من برم؟ نه نه، کار خودمه. خیلی ممنون. بذات بلو که تنهاییم میخواستم با حرف بزنم. درباره چی؟ آژانس تعطیلش کردم، بد جوری داری ضرر میداد. البته روشنک و رامین همه تلاش خودشونو کردن، اما این کار نیاز به تجربه و برنامه ریزی دقیق داره که از عهده یه نفر مثل خودت برمیاد. از من میخواین برگردم آژانس؟ آره، چرا نه. راستش من یه فکرهایی دارم. اگر موافق باشی میتونیم به کمک هم یه جون تازهی به آژانس بدیم. خب خیلی از اون یه وجب جنون میخورم. چی میگی؟ حاضری کار دوباره شروع کنی؟ من حرفی ندارم. فقط میدونید اوضاع زندگیم یه ذره به هم ریخته است. فقط یه مدت فرصت میخوام که خودم رو جمع جور کنم. باشه، زمانش با خودت. هر وقت احساس کردی که وقتشه بگو تو شروع کنی. معلوم هست داریم چی کار میکنیم؟ خونه تکونی. آخه خانداداشت عوض کرده که همین شبونه دکوراسیون اتاقشو عوض کنی. آره فرهاد. نه بابا، فقط خواستم یه دستی به این اتاق کشته باشم. همه جاشو خاک گرفته.
مگه روزو ازت گرفتن؟ الهام جان تو که میدونی روزا بیمارستانم وقت نمیشه. فکر کنم یه سنگی پاره آجوری چیزی خورده تو ملاج داداش. چون از این رو اون رو شده. چطور؟ آخه آقا امروز هوس رانندگی کرده. موفق شدی؟ هنوز نه. مطمئنم که میتونی. زیاد طول نمیکشه. چیه الهام؟ مثل اینکه زیاد سرحال نیستی؟ نه خوبم. فقط میخوام استراحت کنم. شب بخیر. شب بخیر. فکر میکردم الهام با شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشه. آره. ولی الهام اون الهام همیشگی نبود. مامان امروز زنگ زد. گفت داره برمیگرده. اه؟ چه بی خبر؟ حتما خسته شده و دلتنگ. پس بهتر تو و آقا رامینم زودتر تکلیفتون رو روشن کنی. چه تکلیفی؟ حواست کجاست روشنک؟ منظورم خونه است دیگه. مگه دنبال خونه نمیگردی؟ دلت خوشه ها. امروز هزار تا بونگا سر زدم. خونه کجا بود؟ چی میگن ارزون شده؟ کرایه ها تکون نخورده. یارو 30 متر خونه که نه حموم داره نه گاز، میگه 5 تومن 300 تومن. حالا میخواین چیکار کنی؟ رامین گفته از دوستش پول قرض میکنه ولی چشم آب نمیخوره. فکر کنم بعد بریم تو پارک چادر بزنیم. فقط موندم یخچالمو کجا بذارم. روشنک چرا نمیایین همینجا؟ یه مدت با هم زندگی میکنیم تا بتونیم پولاتونو جمع و جور کنین. بعدش هم یه خونه نقلی و خوشگل میگیرین و میرین دنبال زندگیتون. نه مهدا. رامین قول داده خونه بگیره، باید به قولش عمل کنه. آقا رامین اهل شوخی و خنده است ولی آدم بی خیال و بی مسئولیتی نیست. وگرنه خیلی راحت دست تو رو میگرفت و میبرد پیش مادرش. اینجوری هم مادرش از تنهایی در میومد، هم فرصت پیدا میکرد تا پولاشو جمع کنه و یه جای خوب اجاره کنه. ولی این کارو نمیکنه چون میخواد رو پای خودش وایسه. اگه دست خودش بود حالا منو 100 دفعه برده بود اونجا. چطور مگه؟ نمیدونم این مامان و خواهرش چیزی رو گوشش میخونن که گیر داده بعد بریم اونجا. منم گفتم نه اونجا نه اینجا، شده یه مصر هم باشه بعد واسه خودمون باشه. لجبازی روشنک، با عالم و آدم دعوا داری. من میدونم دارم چی کار میکنم. ببینیم و تعریف کنیم. من آژانس گرفتم، مسیرم هم همون طرفه، میتونم برسونمتون. نه مزاحمتون نمیشم. ممنون. خواهش میکنم. چه مزاحمتی؟ بفرم. از مامان شنیدم همه شکوه دارن برمیگردن. بله فردا میرسه. خیلی بهش اصرار کردم بمونه اما راضی نشد. تا اونجایی که من یادمه همه شکوه بیشتر از 2-3 روز خونه رو ترک نکرده بودن. الان هم اگه طاقت آوردن خیلیه. دلتنگی بهونهشه. اون بیشتر نگران من و روشنکه. بله ایشون همیشه نگران. راستی با آژانس چی کار کردی؟ یه فکرایی واسش دارم. اون تا فعلا سرم خیلی شلوغه. با آقا جون صحبت کردم. باید شد یه خورده صبر کنیم تا تکلیف زندگیم روشن شه. چه تکلیفی؟ بعد از تولد بچه میخوام یلدا رو طلاق بدم. یعنی شما میخواین یه مادر رو از بچهش جدا کنی؟ چاره ای نداره. بعد از اون همه بلایی که سرم آورده فکر نمیکنم راه دیگه ای مونده باشه. میدونین اشکال شما چیه آقا بهزاد؟ اینکه نسبت به همه چیز خیلی مطمئن حرف میزنی. یلدا به اعتماد من خیانت کرد. فقط یلدا خیانت کرده. فکر نمی‌کنی شما هم نسبت به اعتماد یکی دیگه خیانت کردی؟
سلام زنده. سلام روشنک جون. من باید برم بیرون کار دارم. میشه خواهش کنم بیای پایین پیش یلدا بمونی؟ مگه آقا بهزاد نیستن؟ نه، اونم رفته بیرون، کار داشت. زنده جان ببخشینه ولی من یکمی کار دارم. نمیخواد باهاش حرف بزنی. فقط حواست بهش باشه. ممنون. خواهش میکنم. این شماره پلاک ثبتی زمینای ستایش سپهری دختر خونده منه که از نظر قانونی مفقود شده، اما همونطور که شما میدونید ما اونو پیداش کردیم و الانم داریم مراحل قانونیش رو طی میکنیم. اما به گفته اتابک سپهری شخصی به نام منصور خورسند قصد فروش این زمینا رو داره که اگه دیر به جنبی ممکنه با یه شناسنامه جدید این کارو بکنه. بفرمایید. اینم حکم بازداشت معامله زمین‌ها. قطعاً هر محضری که بخواد اون سندها رو معامله کنه قبلش باید از اداره ثبت درباره صحت و سلامتش استعلام کنه. ما هم میتونیم از طریق همون استعلام آدرس بنگاه یا فروشنده رو پیدا کنیم و بریم سراغشون. اگه تو الان زمین ها معامله نشده باشه، امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشه، چون اینطوری کارمون خیلی سخت میشه. بفرمایید. بفرمایید. سلام. سلام. بازم که تأخیر داشتی. پیش باتون دکتر رفیعی واسه بازدید بخش اومده بود. وقتی فهمید هنوز نیومده یه خورده ناراحت شد. شما که میشناسینش. به نظم و بخشناسی خیلی اهمیت میده. نگران نباشید. میرم از دلش در میارم. کجا بودین تا حالا؟ رانندگی رو شروع کردم. ولی از بدشانسی وسط راه ماشینم بنزین تموم کرد. ولی در عوض ترسم ریخت. از این به بعد میخوام بیشتر تمرین کنم. خوشحالم که همچین تصمیم میگرفتی. من باید از شما تشکر کنم. بابت پیشنهادتون ممنون. با اجازه. حال من